سلام دوستای عزیز، حالتون چطوره؟ عماد شادپورم از کانال یوتیوب امشاد که بزرگترین مرجع برای مهاجرت تحصیلی به ایتالیا است در خدمتتونم. امروز قراره با هم دیگه 0 تا 100 پروسه اپلای کردن در دانشگاه ساپینسای شهر روم رو بررسی کنیم، ببینیم به چه صورت خودمون به عنوان یک وکیل مهاجرتی میتونیم برای خودمون اپلای کنیم. دانشگاه ساپینسای شهر روم در ناحیه لاتزیو قرار گرفته. شهر روم پایتخت ایتالیاست. در سال 1330 میلادی این دانشگاه تأسیس شده، بزرگترین دانشگاه در اروپا است و تقریبا 110 هزار تا دانشجو در مقاطع کارشناسی، ارشد و دکترا داره. تو این دانشگاه خیلی از رشته‌ها به زبان انگلیسی ارائه میشن و یکی از مقاصد برتر برای ما ایرانیان برای مهاجرت تحصیلی به اروپا حساب میشه. تا انتهای ویدیو همراه من باشین. 0 تا 100 اپلای کردن تو این دانشگاه درجه 1 رو قراره با هم یاد بگیریم. خب اول از همه این بالا سرچ میکنیم ادمیشن 2024 ساپینسا. روی لینک اول کلیک میکنیم، میایم اینجا روی این لینک کلیک میکنیم، منتظر میشیم که وا بشه. نگاه کنین، اگر از قبل اکانت دارین که میتونین لاگین کنین، ایمیل و پسورد رو بزنین. اگر اکانت ندارین از روی ریجستر میزنین تا یه اکانت بسازین. عماد شادی ایتالی، فرست نیم رو میزنیم امشاد، لاست نیم رو میزنیم یوتیوب، شماره پاسپورت چیزی وارد میکنم. اینجا میگه اگه دوست داری اطلاعات بازم برات ایمیل بشه یس بزن، اگه نمیخوای نو بزن. حالا شما اگه دوست داری میتونی یس بزنی. روی رجیستر میزنیم تا اکانتمون ساخته شه. خب اکانتمون ساخته شده، الان لاگین شدیم. نگاه کنیم داخل اکانتیم. خب از روی اپلیکیشنز میزنیم تا شروع کنیم برای اپلای کردن. میگه برای یه دونه انتخاب، برای یه دونه اپلای کردن انتخاب کن، استارت رو بزن. استارت رو میزنیم و شروع میشه پروسه اپلای کردن. میمونیم صفحه کامل لود شه. اینا رو میتونین مطالعه داشته باشین. نکست رو میزنیم بریم مرحله بعد. میگه ویزا نیاز دارین؟ بله. Yes. برای بچلر یا مستر میخواین میتونین انتخاب کنین. من حالا مستر رو انتخاب میکنم، کارشناسی ارشد. لیست رشته هایی که ارائه میده رو اینجا داریم. من برای مثال منیجمنت انجینیرینگ رو میزنم. ملیت ایران. میگه ملیت دوم با هم اگه دارین میتونیم وارد کنیم که ما نداریم. یه کشوری که در حال حاضر توش ساکن هستین انتخاب کن، ایران. اینجا هم 2024 ویزا میزنیم. مرحله بعد. توی این مرحله باید مشخصات شخصی خودتون رو وارد کنین، مذکر یا مؤنث بودن، لاست نیم و فرست نیم هم که از قبل وارد کردیم، تاریخ تولد رو میزنیم یه چیزی برای خودمون. شما درست بزنین، من علیکی فقط پر میکنم. شهری که توش متولد شدیم، کشوری که توش متولد شدیم. اینجا هم میگه آپلود کن پاسپورت خودتو. من یه مشخصاتی از قبل اینجا دارم، پاسپورت رو آپلود میکنم. باید بمونیم تمام بشه. وقتی یه تیکه سبز میخوری یعنی پاسپورتمون آپلود شده. اینجا ایمیلی که از قبل وارد کردیم،
میگه اگه یک زمانی بخوایم با شما تماس تصویری داشته باشیم کدوم یکی از این نرم افزارا رو میخوایم؟ ما گوگل میت رو میزنیم، آیدیمون هم وارد میکنیم، شماره موبایلتون رو وارد کنیم، اینجا آدرس رو میگه وارد کنیم، شهری که توش زندگی میکنیم، کد پستیتون. اینجا هم باید سفارت ایتالیا توی تهران رو انتخاب کنیم. میایم پایین تر بگردیم و پیدا کنیم سفارت ایتالیا توی تهران رو. اینجاست تقریبا، این وسط در وسط اسکرول، این هم تهران. نکست رو میزنیم. هر مرحله‌ای که نکست رو زدین نرفت حتما یک مشکلی داره، باید اون گزینه قرمز میشه براتون، باید اون قرمزیش رو رفع کنید. میگه زبان مادریتون چیه؟ پرشن. زبان انگلیسی در چه حدی هستین؟ ادوانسین یا گودین؟ بیدو. و مدرکتون رو باید آپلود کنیم. بدون مدرک زبان توی دانشگاه سپینسا نمیشه اپلای کرد، حتما باید مدرک زبان رو داشته باشیم. اگه نداشته باشیم اینجا برامون تیک نمیخوره و در نهایت نمیتونیم سابمیت کنیم. الان مدرک زبان رو آپلود کردم، نکست رو میزنم. نگاه کنین تیک میخوره. اگه آپلود نمیکردم الان تیک نمیخوره. نگاه کنین الان اینجا رو من نکست میزنم، ببینین چی میشه. علامت خورده، علامت حالا ایست هرچی هست، موافقت نشده. دوباره روی ایژوکیشن میزنم بهتون نشون بدم. چون برای ارشد داریم اپلای میکنیم، هم باید مدارک دیپلم و هم مدارک لیسانسمون رو اینجا مشخصاتش رو وارد کنیم. اسم مدرسه رو میزنیم، امشاد های اسکول. بعد آپلود کنیم مدرک رو. حالا من دیگه اینا رو آپلود نمی کنم، یکی از این مدارکی که حجمش کمه و سریع آپلود میشه رو آپلود میکنم، مثل recommendation letter، توصیه نامه که حجمش کمه سریع آپلود میشه. خب اینجا میگه قسمت اسکیل میگه حد اکثر نمرتون چقدره، نمره مثلا 100 نمره است از 20 نمره، که ما ایران نمراتمون از 20 نمره است، 20 رو انتخاب میکنیم و معدل دیپلم مثلا وارد میکنیم. چند سال درس خوندی؟ اگه پیش دانشگاهی نداشتین 11 سال مثل من، اگه فنی حرفه‌ای بودین، اگه ریاضی فیزیک یا علوم تجربی بودین باید 12 سال انتخاب. اینجا باید مشخصات کارشناسی رو وارد کنیم. اسم دانشگاه، ببخشید اسم مدرکتون رو باید بزنید. به زبان فارسی نا کنین، اورجینال لنگویج نوشته. اسم رشته مثلا لیسانس زبان انگلیسی. بعد میگه به زبان انگلیسی بچلرت رو وارد کن. میگه چند سال طول کشید کارشناسی؟ 4 سال. اینجا اسم دانشگاه، اسم کشوری که توش درس خوندی، ایران. اسم دانشگاه آزاد رو میزنی خودش میاره، باید یکی از گزینه ها باشه، نمیتونی یه اسم برای خودتون بزنی. میگه سیستم دانشگاهتون چجوری بود، سیستم تحصیلیتون چجوری بود. نان ایتالیان میزنین، مدرک غیر ایتالیاییه. میگه تموم کردی درس تو یا اینکه تموم نکردی؟ که اگه تموم کردی yes رو میزنی، اگرم نه که no. زمانی که مدرکتو گرفتی و فارغ التحصیل شدی. من اعداد همینجوری میزنم، فقط میخوام مراحل رو بگذرونم. شما باید دقیق بر اساس ترجمه‌تون وارد کنید. حد اکثر نمره چقدر بوده؟ 20 نمره. معدل مثلا 18 کارشناسی شدیم، خیلی بچه زرنگ بودیم. اینجا میگه که میگه نه، ریز نمرات و مدرکتو وارد کن. من اینجا گزینه بله انگلیسی،
میگه ریز نمرات و معدلت رو اینجا وارد کن. به زبان انگلیسی باید باشه و نباید به زبان فارسی باشه، چون به درشون نمیخوره، اونا اعداد ما رو نمیتونن بخونن. باید ترجمه شده رو اینجا آپلود کنی. میگه در چه زمینه بوده، دانشکدتون چی بود؟ دانشکده زبان میشه این قسمت، میشه علوم انسانی. البته زیاد مهم نیست، آدر هم بزنین اوکیه. اینجا اگه مدرک دیگه ای هم داریم بالاتر که اونو میتونین وارد کنین. معمولا زمانی که برای PhD میخواین اپلای کنین باید این قسمت رو پر کنین. ما کارمون تموم شده، نکست رو میزنیم. نگاه کنین الان برام علامت تیک نیومده، ببینم کدوم قسمت رو اشتباه کردم. اینجا انتخاب نکرده بودم نان ایتالیان. الان علامت تیک اومد، یعنی همه چی اوکی. اینجا میریم روی تجاربمون، تجربه ها و سوابقمون. میگه حالا اگه اکسپریانسی داشتی یس رو میزنی، اگه نداشتی نو رو وارد میکنی، اگر هم داشتی یس رو میزنی. اینجا میتونیم گزینه‌های مختلف، مثلا فول تایم کار کردیم، پارت تایم کار کردیم، و مدت زمانی که در حال انجام اون کار بودیم مثلا میزنیم بین 1 تا 2 سال. اسم کمپانی، کدوم قسمتش بودیم، تو کدوم قسمت، مثلا در زمینه معماری، در زمینه قانون، در مورد تکنولوژی. حالا ما اینجا ببینیم چی میتونیم پیدا کنیم مرتبط. تو کدوم کشور بود محل کارتون؟ دیسکریپشن هم یه توضیحاتی در مورد فعالیتتون. اگر بازم فعالیت دیگه هم داشتیم میتونین انتخاب کنین. اینجا CVتون رو باید آپلود کنین حتما. رزومتون رو باید وارد کنین. نکست رو میزنیم، میریم قسمت موتیویشن، انگیزه نامه. میگه چجوری در مورد دانشگاه سپینسا و این رشته که دارین اپلای میکنین اطلاعات به دست آوردین. حالا آدر رو وارد میکنین. سر میگین از چه طریقی این اطلاعات رو به دست آوردین. در مورد انگیزه نامه هم که میگه ماکسیموم باید 250 تا کلمه باشه. این شد 2 تا کلمه. دویست و 49 تا میزنیم که ماکسیموم نشه. شما درست انگیزه نامه بنویسین. من فقط میخوام مراحل رو بگذرونم، بهتون نشون بدم طریقه اپلای کردن به چه صورته. خب تیک موتیویشن هم خورد. اینجا قسمت ریکامندیشن لدره، توصیه نامه استاده. اد میزنیم، مثلا پروفسور اسم کوچیک اماد، فامیلی امشاد. اینجا ستاره نداره، میتونیم وارد نکنین، اصلا نداره، ولی ایمیل استاد رو باید وارد کنیم. سند ایمیل رو میزنیم، یه سند ایمیل دیگه هم میزنیم و تیکش میخوره برامون. الان نکست رو بزنیم، تیکش برامون خورده. حتما با استادتون هماهنگ کنین که در جریان باشه، یک زمانی خواست برای شما نامه بنویسه، ایمیلی از طرف دانشگاه رفت، آمادگی شد داشته باشه. اینجا هم اپلیکیشن فیه که شما میتونین از این طریق روی این کلیک کنین، به صفحه براتون وام میشه، صفحه پرداخت. اگه خودتون میتونین پرداخت کنین، کارت بین المللی دارین، کردیت کارت دارین، پرداخت کنین. اگه ندارین میتونین از طریق وبسایت های ایرانی مثل تهران پی یا ایرانی کارت پرداخت کنین. اگر باز نتونستین میتونین به من توی اینستاگرام بگین، من کارو براتون انجام میدم. وقتی که این کار تموم شد،
یه دونه پی دی اف براتون آماده دانلود میشه، پی دی اف رو دانلود میکنین و بعد اون پی دی افی که رسید پرداختتونه اینجا از طریق آپلود انتخاب میکنین و آپلود میکنین. نکس رو میزنیم. اینجا میگه همه رو خوندین و قبول دارین اطلاعاتی که دادین درسته. اینجا میگه که قبول yes رو بزنین، یعنی تایید میکنین که بیشتر از 15 سال درس خوندین تا کارشناسیتون رو گرفتین. اینجا میگه آیا برای فرد دیگه ای دارین اپلای میکنین یا نه. مثلا من که میخوام برای شما اپلای کنم من yes رو میزنم، ولی اگه شما میخواین برای خودتون اپلای کنین باید no رو بزنین. اینجا هم تمام حالا چیزها رو میگه، میگه اسم و چیزهایی که مشخصاتی که پر کردم، حالا اطلاعات دیگر رو من نمیخونم. yes بزنین اوکی میشه. final submission رو بزنین، اپلیکیشنتون برای دانشگاه سپینسا ارسال میشه. میگه اپلیکیشنتون با موفقیت ارسال شده. یه دونه فایل پی دی اف هم الان برامون میفرسته، یعنی همینجا میذاره که میتونیم اون فایل پی دی اف رو دانلود کنیم و نگه داریم به عنوان رسید ارسال اپلیکیشنمون برای دانشگاه سپینسا. فایل پی دی اف رو آماده کرده، دانلود میکنیم. تمام مشخصاتی، تمام مدارکی که ما ارسال کردیم داخل این فایل پی دی اف موجوده. خب امیدوارم که از این آموزش لذت برده باشین. اگه نظری، پیشنهادی، چیزی دارید توی این قسمت کامنت ها برامون بنویسین. خوشحال میشیم که بخونیم و ارتقا بدیم کیفیت ویدیوها رو. لطفاً همین الان ویدیو رو لایک کنین، کانال رو ساب کنین، زنگوله رو بزنین، واسه دوستاتون بفرستین تا یه ویدیو دیگه، یه آموزش دیگه، یک آموزش اپلای دیگه. خداحافظ.